ما یادمون نرود که متاسفانه در کشور ما یک حکومتی هست که همیشه از روی پرینسیپ تفریق انداز حاکمیت کن عمل کرده است و یک شاید یک از سببهای دراز عمری این حکومت دیکتاتوری همین باشد که توانست از این سیاست تفریق اندازی فتنه اندازی در جامعه خوب استفاده کند، البته خوب برای خودشان ولی بد برای ملت، و تا امروز جامعه رو بازم به محل ها، به دوست و دشمن، به وطن دوست و خائن، به خودی و بیگانه تقسیم کردن و توانستن از این طریق عمر سیاسی خود را طولانی کنن. من نگرانیم از چی است؟ چرا این موضوع را انتخاب کردم و چرا لازم دانستم که در این روزه ها در این موضوع صحبت کنم؟ چون نشانه های از فتنه جدید به چشم میرسد و خدا را شکر میگیم که جوانان با ناموس ولی پر از احساس ما درک کردن. مثلا در این دو روز آخر وقتی که موضوع بحث های مذهبی و منطقه‌ای در جامعه داغ شد، خود اون طرف ها درک کردن که در اون وقت بازی هست، دست بیگانه هست از بیرون که این روند ها را مدیریت کرده ایستاده است و خودشان شروع کردن به عقب نشینی، اما با حفظ موقع و با حفظ اون دیدگاه های خودشان که واقعا قابل تحسین است و قابل ستایش هم هست که بالاخره اگرچه خیلی هر دو طرف جوانان اگرچه با ننگ و ناموس هم، اما بدون تجربه با احساسات و یک کمی داده شدن به این مسئله ها، اما بالاخره درک کردن که از این بحث ها و از این کشمکش ها می توانند دایره های دیگر استفاده برند و این روند را باز هم به سمت خشونت و خدای نکرده اختلافات های مذهبی بکشانند. و اینجا من با قاطعیت میگم، با دلیل میگم برادران عزیز، اگر کسی فکر کند که نه در اینجا دست طرف سیوم نیست، در اینجا مقامات دخالت ندارند، در اینجا نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی و نهادهای چی در تاجیکستانی و چی غیر تاجیکستانی دخالت ندارن، اصلا به این حرف تنها یک آدمی ساده باور میکنه. امکان ندارد که یک گروه خودشون بشینن ثبت کنن، منتج کنن و بیا که و چی مقصد کرده میشود. این اگر این کاری خود همین بلاگر ها هست، پس اینها سببگر این فتنه هستند که میخواهد با نشر کردن این گونه حقارت ها، تهدید ها و توهین ها نسبت مذهب یا اعتقاد یه بخشی از مردم تاجیکستان، چه سنی باشد چه شیعه، هدف اون برانگیختن کینه و عداوت و این فتنه است. من باور ندارم که خود بلاگرها و خود شهروندان عادی این کارا کرده باشند. حتما در پس این دایره‌های هست، خدماتی هست و مقاماتی هست که میخواهند با پررنگ کردن این موضوع و با وجود آوردن یک فتنه، حداقل یک بحث مطبوعاتی در شبکه‌ها، دقت مردم را، دقت جامعه را از مسائل اساسی کشور و ملت به سمت مسائل های دیم درجه و سیم درجه بکشونند.